بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان. در منزل پدرم بودم، ساعت 9:30 شب بود، مواجه احمدی حسین خمینی اومد عقب من. رفتم مدرسه علوی، دیدم آقای خمینی است، خلخالی است، اشراقی است، زوارعی است، همینطور نشستن، سید مهدی عراقی است. گفتن که 24 نفر بردن پشتبان مرسل رفا میکن تیبار میکن. اینو کی هستن؟ من پرسیدم گفتم اینو کی هستن؟ خلخالی در حاشیه روزنامه کیهان یا اطلاعات که دستش بود اسامی 24 نفر نوشت. ما او رو رئیس مذهب میدونستیم، از دید ما و تربیتی که ما دیده بودیم از همون بچگی. مقام مرجع مقام دروغ نیست، مقام کلک نیست، مقام سیاست بازی نیست، حتی مقام سیاست مداری نیست، مقام تمیز حق از باطل است. یعنی تعادل بین فساد و خشونت در اثر ورود دلارهای نفتی به هم خورد. یعنی اینکه تمام دستگاه ها و سازمان های اداری تا اونجایی که ما بیاد داریم دربار و بخش عمومی دولتی و خصوصی در یک شرکت تنگاتنگی برای جذب این پول ها متحد و متشکل شدن. با درود، 35 سالگرد فاجعه تاریخی ایران را مرور میکنیم. 35 سال پیش در چنین روزهایی چه تب و تابی کشور ما را فرا گرفته بود. امروز همه ما می‌دانیم که اگر آقای ابراهیم یزدی از آمریکا به نجف نرفته و خمینی را به پاریس نبرده بود، انقلاب به هر حال در آن زمان و به این ترتیب به وقوع نمی‌پیوست. بازجویی او از دستگیر شدگان شب اول انقلاب نیز فراموش نشدنی است و حالا او پس از گذشت 35 سال علت اعدام‌های شب اول را به گردن شهامت و جسارت زندیات تیمسار رحیمی، فرماندار نظامی تهران میاندازد که چون شجاعت و محکمی از خود نشان داده بود، باعث وحشت خمینی و چند آخوند خونخوار دیگر گردیده است. اون چیزی که اتفاق افتاد این بود، وقتی رحیمی رو آوردند به مدرسه علوی، بله تیم سالایی، بله عرض کنم بزرگ شما که او ما که نگفتیم که حالا نخواستیم کارنامه کسی بدیم، او بنا در یه جلسه نه محاکمه نه چیزی قرار بر این شد که تیمسار رحیمی بیاد بگه که به ارتشیا به عنوان یک افسر آنوزده بگه آقا جون انقلاب شده، تمام شده، مقاومت نکنید، ما به عنوان دولت مخالف انحلال ارتش بودیم. از بعد از انقلاب دو اندیشه بود، عده‌ای اصرار داشتن که ارتش رو منحل کنید، ما مخالف بودیم، لشکر 18 قزوین رو ما حفظ کردیم بینه قرار منحلش بکنن. برای اینکه این کار بشه لازمش این بود که در 22 بهمن که تمام شده اون بخشی از ارتش که مقاومت میکنه مقاومت نکنه، وگرنه منحل میشه. این مردم میریزن پادگانا رو میچاپن. تیمسار رحیمی گفت نه، دیگه گفت من قسم خوردم و قسم خودم پایبند هستم. گفتم داستان چی بود؟ اون 4 نفر اول رو من در منزل، ببخشید طولانی میشه برای این رو من باید بگم، در منزل پدرم بودم، ساعت 9:30 شب بود، مواجه احمدی حسین خمینی اومد عقب من. رفتم مدرسه علوی، دیدم آقای خمینی است، خلخالی است، اشراقی است، زوارعی است، همینطور نشستن، سید مهدی عراقی است. گفتن که 24 نفر بردن پشتبان مرسل رفا میکن تیبار میکن. اینو کی هستن؟ من پرسیدم گفتم اینو کی هستن؟ خلخالی در حاشیه روزنامه کیهان یا اطلاعات که دستش بود اسامی 24 نفر نوشت.
آقای خمینی پرسید از من نظر تو چیه؟ گفتم من مخالفم. اگر اون چیزی که اون شب من گفتم انجام میشد، امروز کسی نمیامد این حرفا رو بزنه. چرا؟ نصیری رئیس ساواک بوده. شما نمیتوانید بگویید که اگر نصیری آدم بکشه ایرادی نداره، اما اگر این بکشه بده. ساواک بوده. کارنامه ساواک چیه؟ یه دیگه در میدان جاله به چی گلوله بسته شدن، چی باید پاسخ بگه؟ آیا باید این رسید؟ به همین دلیل وقتی که آقای خمینی از من پرسید، گفتم که من مخالفم با اینجور اعدام ها، باید یک دادگاه علنی در ارشکان ورزشگاه آزادی تشکیل بشه. تمام کسانی که در طی 25 سال ساواک خودش رو، زنش رو، بچهش رو، کسب و خانوادش رو گرفته، شکنجه داده، ناقص الخلقه کرده، کشته، بیاد اونجا شکایت بکنه در حضور مردم و خبرنگاران جهانی، آقای نصیری از خودش دفاع بکنه. آقای حویدا وقتی گرفتنش آوردن، آقای حویدا کسی دستگیر نکرد، حویدا فرار نکرد، حویدا پادگان جمشیدی زندانی بود، آقای شما جمعه مرسل رفا حویدا وقتی آوردن به من گفتش که من آمادگی دارم برای حرف زدن. به همین دلیل من اون موقع معاون نخست وزیری بودم، دستودم حویدا در یه اتاق جداگانه خارج از بقیه بذارن، برای اینکه من اطلاع داشتم به اختلافاتی که در درون دستگاه حاکمیت زمان قبل از انقلاب بوده و این نگرانی وجود داشتش که وقتی مسجد و حویدا رو با بقیه توی اتاق بریزیم، اون بقیه اینو همونجا شب خفش بکنن که مواد حرف بزنه. چون خیلی به نصیری به حویدا گفتن آقا بیا برو، وضع مملکت اینه، ولی نرفته. این که نرفته به وقتی انگیزه ای داشته مونده. این انگیزه چیه؟ گفت من حاضرم حرف بزنم. به آقای خمینی گفتم که وقت من میگم این دستگاه فاسد بوده، و ما مخالفیم، حرف مخالفه، ولی وقت نخست وزیر 14 ساله شاه او میخواد حرف بزنه، این باید حرفشو بزنه. آقای خمینی پذیرفت و همه حرف ها این استش که هنگامی که نشکم خوبیدا در زندان قصر شروع کرد حرف بزنه کشتنش. چه کسانی نمیخواستن حویدا حرف بزنه؟ و اگر حویدا حرف میزد چه کسانی ضرر میکردند؟ این معمای بسیار بزرگی است که خیلی از کسانی که در ایران هستن وقتی اینا رو من مطرح میکنم میلرزن. چرا حویدا رو تیربارون نکردن؟ حویدا تو راهرو با یکی از آقایان روحانی کشتش. عکس اون روحانی توی این کتابی که آقای میلانی چاپ کرده من امروز میدیدم عکسش هست. و هر که دیدن اینجوری شده آوردن رو صندلی نشوندن اون کار رو کردن. اما اون 4 نفر دیگه، آقای خمینی به حرف تیمسار رحیمی استناد کرد، گفت اینا متنبه نشدن، هنوز فکر کنن انقلاب تموم نشده، ممکنه کارایی بکنن. خود او دستور داد که این 4 نفر بزنید. این داستان اونجاست. شما اطلاق این چیزایی که میگن؟ نه، من هیچ دخالتی نداشتم. اما همکاری با آخوندها و همکاری با خمینی و این صحبت ها، ببینید این ساده کردن صورت مسئله است. به نظر من مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. مسئله برمیگرده به ساختارهای اجتماعی جامعه ما. از زمان شورش تنباکو همه مورخین نوشتن این رو، چشم، نوشتن که وقتی تنباکو این بساط شد، 3 قدرت از وجود 1 قدرت مطلع شدند. سیاست‌های خارجی انگلیس و روس، دربار و روحانیت. این 3 تا از 1 قدرت مطلع شدند، اون قدرت نفوذ روحانیت در میان مردم. از اون تاریخ یه فصل تازه شروع میشه. خب میلیون ایران، آزادی خواهان ایران در طول 60-70 سال گذشته، 80 سال گذشته، هر من خواستن یه جنبش ملی رو رهبری بکنن، روشنفکران اقلیت بودن در جامعه ما، هنوز هم اقلیت هستن. برای اینکه مبارزه ملی رو بدون تکیه به نیروهای خارجی هدایت بکنن، رفتن سراغ روحانی که اونا رو بکشونن بیان تو مبارزه. این چیز که تو تاریخ وجود داشته. چرا؟
یک رابطه ویژه میان روحانیون و مردم عادی کشور ما وجود داشته است، نه تنها در بعد از در دوران معاصر، از قبل از اسلام هم قدرت سیاسی در ایران دو تا رکن داشته، پادشاه و روحانی، این دو تا با هم بودن. هیچ پادشاه تنها نبوده، روحانی هم نبوده، این دو تا با هم بودن. چرا روحانی این قدرت رو داشته؟ و پادشاه سرباز داشته، روحانی از کجا؟ اون رابطه خاصی که در طول تاریخ داشته. بازم تاریخ به ما میگه که هر کجا بین روحانی و پادشاه اختلاف افتاده، پادشاه باخته، روحانی برنده شده. اما تاریخ به ما میگه که روحانیت بدونه به جز بعضی از موارد استثنایی هیچ وقت مستقیما سلطنت نکرده. بعد از انقلاب روحانیت داره سلطنت میکنه، اون پیوندهای تاریخی گسسته است. اما وقتی که همه مردم میان توی کوچه، همه مردم میان توی خیابون، یا بخشی میاد به دین نمیان، اما خب وقتی اونا میان ما دیگه اقلیت عددی هستیم. این برمیگرده به ساختار مناسبات سیاسی فرهنگی میان مردم و یه طبقه. اینو ما کارش نمیتونستیم که ما نکردیم که. خب شما فکر میکنید که نخست وزیر مهندس بازرگان من چیکار میکرده؟ میستاده اعلان جنگ میداده، خب شکست میخورده. چرا پذیرفت؟ من به این جواب دادم در مصاحبه‌ای که مجله آدینه یا مجله ایران فردا با من کرد. من توضیح دادم اگر مهندس بازرگان نمیپذیرفت نخست وزیر رو، ایران بدتر از افغانستان میشد. حالا الان وقت بحثی نیستش که میگم خلاصه بکن. به این دلیل مرحوم طالقانی گفت آقا این مهندس رو میشناسم، با اینا با خوندارم میشناسم، نمیتونه کار بکنه. من گفتم آقا اگه مهندس نپذیره اینه. یه جلسه سه نفری مهندس بازرگان، طالقانی و من نشستیم بحث کردیم. با طالقانی گفت پس تو شرایط رو بگو مهندس. مهندسم گفت اما شما انتظار دید مهندس بازرگان؟ خب مهندس بازرگان این همه میگفت، شما کتابه بله؟ کتابه مشکلات و مسائل سال اول انقلاب که مجموع سخنرانی های مهندس بازرگان هست بخونید. وقتی مهندس بازرگان توی تلویزیون میومد میگفت آقا این آقا هم که منو کلافه کرده، همین برادر عزیز ما بود کرده خدا رحمتش کنه مرحوم علی بابایی اومد میشه من گفت فلانی این مهندس چرا سر به سر این آقا میذاره؟ حاضر نبودن حتی اون اندازه انتقادی که مهندس میکرد. میگفت آقا شما از بالا سر ما یه چاقوی بدونی تیغر بدید دست ما، میگفتن چرا میگی؟ حالا مهندس بازه ما چیکار میخواست بکنه؟ از خرداد شروع کرد، ما اومدیم گفتیم ما استعفا میدیم، نمیتونیم با این وضعیت نمیشه. ما ملاحظات ملی رو در نظر گرفتیم ولی در نهایت این ما نبودیم که قدرت مردمی رو اونا داشتن. مردم فقط من شما که نیستیم که. حالا از یه جهت خیلی بد بوده، اما من به شما میگم نه، این خوب بوده، برای اینکه اون پیوندهای تاریخی از بین رفت. مرحوم شریعتی رو بگم بحثم خاتمه بدم. مرحوم شریعتی میگه که در قبل از انقلاب بین روشنفکران بحث بود که اولویت باید مبارزه با استبداده یا مبارزه با استعماره یا مبارزه با استعماره. بعضی هم گفتن استعمار و امپریالیسم خیلی مهمه. مرحوم بازرگان میگفتش که چون استبداد ریشه داخلی داره، اصالت در مبارزه با استبداده. استعمار از دریچه استبداد وارد میشه. شریعتی به این سوال جواب میده، میگه مشکل ایران نه استبداده، نه استعمار، نه استثمار. چون چپی هم گفتن استثماره. مشکل ایران دوتاست، اول استعمار، دوم هم استعمار. مخاطبین استعمار کیا هستن؟ مردم عادی که اهل کتاب نیستن. شما با کتاب نمیتونید اونا رو بهشون بگید نکنید. او باید به تغییر من معتقد این از الطاف خفیه الهی بوده که اینا باید بیان مردم کوچه و خیابون با پوست و گوشت و استخونشون یه چیزای لمس بکنن، حالا بگه نمیخوام. این چیزی نیستش. بله مفت به دست نیمده، هزینه سنگینی دادیم، ولی یک جامعه که در ابعاد تاریخی در حال دیگر دیسی و دیگر گونیست، این هزینه رو باید بپردازه. به هر حال تاریخ همیشه آموزنده است، هرچند گهگاهی فاجعه آمیز،
و یا مرگ آفرین است. شاید اگر برای ما اکثر کوچ کنندگان بیشتر فاجعه آمیز است، به این دلیل است که ما خود نیز در آن دخل و تصرفی داشتیم. بله، نسل ما که در روزهای به اصطلاح انقلاب شاهد آن وقایع بودیم و به همین دلیل هم در گوشه از این تاریخ قرار گرفته ایم، همیشه احساس بر ما حاکم است که ما همه چیز را دیده ایم، حس کرده ایم و می دانیم. البته باید بپذیریم که این احساس در مرور زمان رنگ می بازد، زمانی که می بینیم سال به سال دید ما نسبت به آن وقایع متحول می شود. تا زمانی که دکتر عباس میلانی معمای هویدا را ننوشته بود و یا با تحقیقات چندین ساله کتاب شاه را منتشر نکرده بود، خیلی از جزئیات برای ما ناشناخته و شاید در پرده ابهام قرار داشت. به این دلیل است که مرور چند باره مسائل ایران ما را به یافتن حقایق وقایع آن دوران نزدیک می کند. خوشبختانه آرشیو غنی 35 ساله ما یکی از همین منابع پژوهشی است. به همین دلیل در هفته گذشته به مرور دهمین سالگرد انقلاب پرداختیم و شما در دهمین سالگرد انقلاب با دیدگاه دکتر شاپور بختیار، دکتر ابوالحسن بنی‌سر و تیمسار احمد مدنی آشنا شدید. امروز نیز با دیدگاه چند صاحب نظر دیگر که در دهمین سالگرد انقلاب عرضه شده آشنا می شوید. شاید به دلیل همین ثبت وقایع تاریخی غربت نشینی ما در خارج از کشور، این مجموعه دیدگاه‌های کاملا متفاوت که در طی سه دهه ارائه گردیده ارزش این را دارد که ما به بازنگری عمیق‌تر این دوران از دیدگاه‌های بسیار متفاوت بپردازیم. آقای مسی جوادی، ممکنه بفرمایید که پرونده 10 سالی جمهوری اسلامی رو شما چگونه میبینید؟ پرونده 10 سالی جمهوری اسلامی، عرض میکنم که این سوال مشخصا برمیگردد به این که جمهوری اسلامی در اثر انقلاب ایران به قدرت رسید. بنابراین پرونده جمهوری اسلامی از پرونده انقلاب ایران جدا نیست. در نتیجه من فکر میکنم که چون انقلاب ایران محصول عوامل و ریشه های مختلفی بود، یعنی یه حادثه بزرگی بود که در نتیجه مسائل و علل مختلف ایجاد شد، بنابراین باید یه نگاه کلی کرد در این که اصولا انقلاب ایران چطور به وجود آمد و به چه علتی منجر شد به روی کار آمدن قدرت ملاها. عرض می کنم که در اینجا من باید به یک مسئله اشاره بکنم و اون این که در باور خیلی از مردم متاسفانه سوء تفاهم ایجاد شده که انقلاب ایران به دست خارجی ها و مخصوصا به دست آمریکایی ها ایجاد شد، یعنی شاه به دست خارجی ها از صحنه خارج شد و مشخصا خمینی به کمک خارجی ها به قدرت رسید. عرض کنم این معمولا اسمی رو میگذارن تئوری توطئه و این تئوری توطئه در نتیجه از نظر تحلیل اجتماعی سیاسی در ذهن افراد مردم رو از رسیدن به بسیاری از مسائل ریشه‌ای انقلاب فارغ میکنه و خیالشون راحته که بنابراین از اساس دست خارجی مثل همیشه در تاریخ ایران در میان بود. حال مسئله این که چرا خارجی شاه را برداشت و چرا خارجی خمینی را آورد، در نتیجه برای این که علل مختلفی میتراشند. از جمله این که آقای کارتر و حقوق بشر کارتر و با شاه دشمنی داشت و
شاه میخواست که ایران رو تو به طرف تمدن بزرگ ببره، یا شاه میخواست که نفت رو به قیمت گران بفروشه. عرض میکنم که البته در صحبت‌های تلویزیونی و در صحبت‌های به اصطلاح کوتاه وسایل جمعی، نه کلاس درس و نه به اصطلاح تحقیق تاریخی و به طور اختصار میشه صحبت کرد. بنابراین چند مثال فقط در زمینه پوچ بودن این تصورات میشه زد. بفهمید. به عنوان مثال اگر بگیم که آقای کارتر بر این بود که شهر برداره به وسیله حقوق بشر و با حرفهای خودش و اقدامات خودش فضای سیاسی ایران رو با زور باز کرد، خب در این میان سوال میشه که ایشون چرا در فیلیپین مارکوس رو نتوانست برداره، چرا پینوشه رو نتونست برداره، عرض میکنم چرا آقای دوالیه رو نتونست برداره، چرا آقای نوبوتو رو نتوانست، چرا استرنسوه رو در پاراگوئه نتوانست، و خیلی از این دیکتاتورهای دنیا اگر سیاست آمریکا بر مبنای یک شمول به اصطلاح یک چشمانداز سیاسی و استراتژیک دولت آمریکا بود، پس بنابراین باید این براندازی ها به قول آقای کیسینجر براندازی های دومینو باشه، یعنی این رژیم هایی که پشت سر دیگری خراب بشه، در حالی که می‌بینیم چیزی نبود و آقای کارتر هم چه قدرتی نداشت و این دیکتاتورها موندند و بعد بسیاری از این دیکتاتورها به خاطر همون عواملی که انقلاب ایران ایجاد کرد در ممالک خودشون این رژیم‌ها دچار انقلاب شدن. مسئله اول و مسئله اساسی مسئله ورود میلیاردها دلار نفت، یعنی درآمدهای نفتی بود به خزانه دولت. در چه وضعی؟ در وضعی که دولت به هیچ وجه آمادگی جذب و توزیع صحیح این دلارهای نفتی که در سال به حدود 21-22 میلیارد دلار میرسید نداشت. در نتیجه ما بیاد داریم که بخشنامه‌های مختلفی از دولت آقای هویدا میشد که آقا پول‌ها رو به سازمان‌ها خرج بکنید و پول‌ها در آخر سر خرج نشده باقی میموند و به اصطلاح دولت سازمان‌ها رو مورد عتاب و خطاب قرار میداد که برای چی این پول‌ها رو خرج نمی‌کنید. اما این پول‌ها بر اساس چه خرج میشد؟ باز هم باید به اختصار گفت. ما بیاد داریم که به اصطلاح ماها کشتی هایی که نه به اصطلاح گندم و خاربار می آوردن در بنادر ایران، اینها بدون اینکه وسایل بندر و وسایل به اصطلاح بارگیری به اصطلاح تخلیه بار انبارها آماده باشه و حملش به بازارهای داخلی، اینها در ساحل می موندن و دولت ایران علاوه بر حمل و نقل و کرایه و بیمه و اینها سورشارژ می داد در روز میلیاردها. و حتی مثال های بسیاری هست که اینها بعد از مدت ها 6 ماه انتظار انباراشون تو دریا خالی میکردند و بر میگشتند. یا مثال داریم که به اصطلاح صدها کامیون های حمل و نقل میامد تو بیابان های خرمشهر یا بندر عباس میموند و کسی نبود اینها رو ترخیص بکند و اینها همونطور در اونجا میپوسید. اینها نمونه هایی بود، حالا جزیره کیش و دیگران و دیگران و مثال های دیگر. عرض کنم که علت مسئله برای این بود که چهار مخارج بر اساس این بود که حکومت چون مستبد و فاسد بود به اصطلاح برنامه ریزی صحیح اقتصادی برای مخارج و به طرف رفاه مردم به طرف زیرسازی به اصطلاح بنای اقتصادی وجود نداشت، بلکه بیشتر میرفت به طرف به اصطلاح خرید اسلحه و خرید وسایل اولیه مایحتاج و دادن سوبزی برای نفت برای گندم و شکر و آرد و دیگر مسائل. یعنی در واقع مسئله افزایش شدید نیرو نظامی بود و هدف دیگری برای سیاست داخلی شاه به هیچ وجه من وجود نداشت. مسئله دوم مسئله حادثه خرداد 1342 بود که درگیری مستقیم دربار با ملاها و عموماً و با شخص خمینی خصوصاً. در این درگیری همونطوری که به هر حال یادمون هست
در این درگیری مردم بنابرای سابقه دولت دکتر مصدق، بنابرای سابقه 28 مرداد، بدون توجه اینکه مسئله در چه زمینه حرکت میکند و مطالبات و خواستهای آقای خمینی چیست، به طور طبیعی رفتن به طرف تمایلات، رفت به طرف مبارزه با شاه و در کنار آقای خمینی یا در کنار ملاها و روحانیت. و این درگیری منجر شد به اینکه آقای خمینی از صحنه خارج شد و تبعید شد و به صورت به اصطلاح حضرتی در آمد که غایبه و مردم ایران هم میدونی در فرهنگ سیاسیشون همیشه منتظر ظهور حضرت هم. و در این حادثه جهت به اصطلاح قدرت آینده رو مشخص کرد، یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران، در تا لاقل در تاریخ معاصر ایران، این مراکز روحانیت و حوزه ها رو در مقابل دربار و دولت قرار داد و از اینجا به اصطلاح مسجد و محافل مذهبی و به اصطلاح مجالس مذهبی فعالتر شدند و مخالفت ها آغاز شد. این دو مورد عرض میکنم که از موارد خاصی است که به انقلاب ایران سرعت داد و یعنی فساد را به مراتب از میزان به اصطلاح خشونت و سرکوبی که در اختیار سازمان امنیت بود بالاتر بود برد. یعنی تعادل بین فساد و خشونت در اثر ورود دلارهای نفتی به هم خورد. یعنی اینکه تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری تا اونجایی که ما یاد داریم، دربار و بخش عمومی دولتی و خصوصی در یک شرکت تنگاتنگی برای جذب این پول‌ها متحد و متشکل شدند. حتی رؤسای ساواک و سازمان‌های امنیت در ولایات کارشون خرید و فروش زمین و شریک شدن با به صورت معارف محل بودن که در قضیه خود ما بنده شاهدش بودم، برای اینکه زمین‌ها رو اطراف شهر بخرند و یه چیزی از اون آقایان معارفین بسیار شهری که در کار معاملات بودن میگرفتن، این معاملات رو برایشون تسهیل میکرد. یعنی در واقع مسئله امنیت تحت شعاع فساد در آمد، امنیت رژیم. در رابطه با مسئولیتی که شما قبول کردید، به نسبت شما اولین رئیس جمهور ایران بودید، ولی قبل از اینکه به این مقام برسید، آیا در همان ابتدا احساس نمی کردید که قصد و هدف آیت الله خمینی از حکومت به دست گرفتن چه هست؟ یک شما یک سری رو می گویم که تا حالا جز این اواخر به زبان نیاورده بودم. من خودم اولا 15-16 سال از وقت علمی تحقیقات علمی رو صرف متد کردم، روش شناسی، که یک قسمتش به اصطلاح پرونوستیک هست، یعنی آینده سنجی است. و با همون روش بود که چند سال قبل از انقلاب به این نتیجه رسیدم که این رژیم شاه رفتنی است. خب تا همون روزهای انقلاب هم هیچ کس باور نمیکرد که رژیم شاه رفتنی است، حتی خود این آقای خمینی وقتی آمده بود پاریس هر دو سه روز یک دفعه، گاهی هر روز یک دفعه این احمد به سرش می آمد پیش من که خب واقعا این رفتنیه. و اونا هم که از داخل می آمدن باور نمی کردن این رفتنیست، ولی چون علمه دیگه، وقتی طرف تمام کارا رو انجام داده برای اینکه ساقط بشود، خب ساقط می شود، مثل تپ دیگه، کسی همه کار انجام داده برای مردن، خب می میرد. ما چون این رو قد داشتیم که این به طرف سقوط می رود، پس خود را آماده کردیم برای بعد این رژیم. تنها گروهی در جامعه ایرانی بودیم که برنامه داشتیم برای اقتصاد ایران، برای فرهنگ ایران، برای رژیم سیاسی ایران، برای روابط اجتماعی ایران، برای زن ایرانی، برای جوان ایرانی، برای همینا برنامه داشتیم. و این برنامه هم در ایران منتشر شد تحت عنوان بیانیه جمهوری اسلامی ایران. یک مورد فقط، مثلا این داستان آقای رجوی، رفتن به آقای رجوی به بغداد، این از پیش ما گفتیم که اینجور خواهد شد، خود را هم برای این دسته آماده کردیم
و آماده هم هستیم و الان در صحنه هستیم. یک مورد فقط استثناست. کدوم مورد؟ اون خرداد 60. با اینکه ما هر روز در کارنامه و در روزنامه و در سخنرانی ها و من و دوستانم میگفتیم آقا این قسمت از کودتای خزنده انجام شد، اما هیچ خود را آماده نکردیم برای اون لحظه و کاملا وقتی کودتا واقع شد ما بدون وسیله بودیم، بدون وسیله. الان این سختی مالی که الان در خارج تحمل میکنیم و سختی های دیگه نتیجه همین آماده نکردن خود است برای اون لحظه. حالا شما میپرسید چرا آماده نکردید، شما چرا این استثناء؟ برای به یک دلیل روشن، اون این است که ما حاضر، ذهن ما خود را حاضر نکردیم این فرض رو بهش راه بدیم که اگر خمینی وارد عمل شد چه؟ توجه کردی؟ نه. یعنی ما پیش بینی میکردیم که بله این حزب جمهوری است این کارا رو انجام میده، این ملتاری است این کارا رو انجام میده، ما هم این کارا رو انجام میدیم، در نتیجه به سرا مثل بازی شطرنج میشه کی شماد، اونها کارشون تمامه. با دقت که شما بکنید ببینید که نه، ما خوب جلو آمده بودیم به دلیلی که در همون ماهای قبل از انقلاب اینها به کلی دیگه از تو مردم بیرون رفتن، یکی از اینها نمیتوانست بره در یک اجتماعی حاضر بشه. درست؟ اونی که فکر نمی کردیم واقع شد. یعنی ما فکر نمی کردیم آقای خمینی بر ضد اولین منتخب تاریخ ایران، اون هم بر طبق قانون اساسی که خود او به رأی عمومی گذاشته بود به یک ماه قبل از اون تاریخ به رؤسای 8 کشور مسلمان گفته بود که حکومت رو از ایشان یاد بگیرید که بر قلب‌ها حکومت میکنند، بیاد و بگه 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. نه من فکر نمی کردم، شما هم فکر نمی کردی، هیچ کس فکر نمی کرد. همینطور. بله این ما او رو رئیس مذهب می دونستیم از دید ما و تربیتی که ما دیده بودیم از همون بچگی. مقام مرجع مقام دروغ نیست، مقام کلک نیست، مقام سیاست بازی نیست، حتی مقام سیاست مداری نیست، مقام تمیز حق از باطل است. شو؟ خب ما گفتیم اگر همین بر ضد رئیس جمهور عمل بکنه جلو مردم نمیسته. حالا گیریم اون ایستاد، آمد گفت که مردم شما میگی اینجور، من میگم من اینجور. خب دیگه از اینجا اون برتر نمیره، اعدام و آدم کشی این چیزا نخواهد بود. نه خیر، هم جلو رئیس جمهور ایستاد، هم گفت 35 میلیون بگوید من میگویم نه، هم از اون زمان تا امروز و از امروز تا وقتی که این رژیم برپاست کشته است و میکشد و خواهد کشت. این چیزی بود که نتوانستیم و نه یا نخواستیم. به هر حال در اون کتاب خیانت به امید من این رو جز انتقادات به خود شمردم که این انتقاد بر ما وارد است که چرا به مقام عالی مذهبی چنین باوری داشتید. اما اینو بدانید شما، اگر شاه سابق فکر نمی کرد که قوی خمینی غیر از خود اوست، فکر می کرد که مثل خود اوست، یعنی برای قدرت همه کار می کند، یقینا الان حکومت می کرد. او خیال میکرد، چون که ما خیال میکردیم، ما بیشتر از او، شاید حالا او شاید بی او بیشتر از ما، اون نمیدونم. او خیال میکرد که این یک آدمی است عارف وارسته، به کلی نسبت به قدرت لاغیب بی اعتنا، بنابراین نه با این میشود زد و بند کرد، نه خلاصه راه سازش هست، نه راه به اصطلاح تهدید. نتیجه این که سلطنت از دست داد. پس این باور عمومی، میخوام بگم این باور عمومی بود، با اینکه او دیالا مثلا روبروی مذهب ایستاده بود در ایران دیگه، به رغم قربانی همین روبروی هم شد. پس این باور از او بود تا به همه اونا بقیه مردم ایران. کی باور میکرد؟ کجای دنیا باور میکنن؟ حالا شما بگید از یه مسیحی غیر مسیحی، یه کمونیست فرانسوی بپرسید ببینید که میشه پاپ مثلا یه دفعه بیاد و 180 درجه عکس حرفاشو بگه و عمل بکنه حتی؟ حالا خیلی دیگه باید این واقع بینی به خرج بده که بگه محتمل است. بخواهی یه جمع انسان میخواه که بگه اینجا دیگه جای معنویت دیگه، همش که نمیشه زندگی مادی خشن و لجن.
این نظافت و لطافت هم میخواد آخه. این ما این نظافت و لطافت معنویت بود از نظر ما، از دید ما. پس خود رو برای این لحظه آماده نکرده بودیم. پس اشتباه شما هم از همونجا سر میزنه که یه اعتقادی داشتید به اون معنویت. اصلا ما اعتقاد راسخی داشتیم، این است که وقتی آقای رجوی آمد پیش من در مخفیگاه، گفتم آقا ما به اون آدم 100% اعتماد داشتیم، به شما 100% بی اعتمادیم. انتظار نداشته باشید دیگه ما اون تجربه رو تکرار بکنیم. این دفعه قدم به قدم روی سند و مدرک عمل میکنیم. تجربه است، اسمش هست. از اون بعضی اول بهش گفتم، گفتم اسمش هست اطلاع، یعنی تکلیف فردای امروز باید قبلا تعیین بشه. دیگه این ملت نمیتوانه تحمل کنه باز یه عده مجهول انقلابی رخ بدهد، یه عده مجهول برگردن ایران بخوان خود امتحان بدهن، باید دوباره ببینیم نخیر مصیبت از سر شو. نه، قبلا باید معلوم بشه تکلیف چیه. پس اسمش هست اطلاع. اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن و داماد پادشاه یکی از نزدیکان و محرم‌های محمد رضا شاه بود. بخشش حکومت ایران به خمینی در سینی طلا را از او جویا می‌شویم. امروز موقعی که با عده‌ای از سیاستمداران صحبت میکنیم، کسانی که دست در کار بودن و امروز هم هستن در خارج از کشور به نوعی در اپوزیسیون، عده زیادی از این قشر به این نتیجه رسیدن که به علت همون کوتاهی هایی که در روزها ماها یا یکی دو سال آخر شد، حکومت شاهنشاهی ایران رو در سینی طلا گذاشت و تحویل یک عده آخوند یا همکاران آخوند داد. چقدر شما این رو قبول دارید؟ ارشد که من خودم این حرف زدم و عرضشونم رسوندم. بله، ما گذاشتیم توی سینی طلایی یا بشقاب طلایی تحویل دادیم. این حقیقتیست و اون عرایزی که گفتم نتیجه. ما میتونستیم جلو این کار بگیریم اگر شرافتمندانه مردم رو گوش میدادیم، اگر به دادشون میرسیدیم، اگر کارهاشون رو انجام میدادیم. در هر گروهی هم خوب و بد هست، در موقعش هم قدرت خودمونه به کار میوردیم. من اگر بتونم اون کرواتی که شما بستید جا به $1 بخرم، $10 بخوام بهتون بدم، آدم احمق خواهی خود شما هم خواهی گمرد که دیوار است. اگر که میخواد در یه موضوعی حل بشه، دو طرف باید با هم بشینن در هر چیزی. امروز هم معتقدم ایران و خارج باید با حل بکنن با صحبت. من به تو اعتماد ندارم، میخوام بمب بندازم کشوری که مسخره است. بشر وقتی تو چشم هم نگاه کرد، وقتی رو منطق صحبت کرد، آخر سر به توافق میرسه. اما زور باشه، من یه مش به شما میزنم، شما مش به من میزنید، یواش یواش این فاصله زیاد میشه. هر چی خون بریزه خون بیشتر خواهد شد. هر کی کسانی که خوناشون ریخته شده فامیل دارن، این انتقام جویی بیشتر خواهد شد. مسلماً اینها هست. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. تا هفته آینده. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.